علی حضرت معظم همایونی به روز اول سنبله برای افتتاح مراسم 51مین سالگرد آزادی وطن تشریف فرمای چمن حضوری شدند. ذات ملوکانه رسم سلام قطعات اردوی شاهی افغانستان را در چمن حضوری قبول فرمودند و علی حضرت مارشال شاه ولی خان قاضی فاتح کابل شرف حمایتی و علی حضرت همایونی با ارشادات قیمتدار شاهانه ضمن تماس به وجایبی که در پرتو آزادی برای اعتلاء وطن متوجه نسلهای امروز و فردای کشور است مراسم جشن را افتتاح فرمودند. رسم گذشت اردوی شاهانه با گذشتن قماندان گارنیزون مرکز دگروال ارکان حرب والا حضرت سردار عبدالولی از برابر لوژ شاهی آغاز گردید. اعلی حضرتین و اعضای خاندان جلیل سلطنت در لوژ تشریف دارند. هلیکوپترها شعارهای آزادی پخش میکنند. اردوی قوی و مجهز افغان ضامن حفظ وطن و نگهبان آزادی است که با مجاهدات قهرمانانه نیاکان آزادانه شما به دست آمده است. تریشکو و کیهان نورد اتحاد شوروی که به کشور ما دعوت شده بود. قطعات فرقه مکانیزه در حالی که با عصرترین وسایل عصری مجهز می باشند یکی بعد دیگر از مقابل لوژ شاهانه عبور نموده و مراسم احترام خویش را به حضور پادشاه معظم ما حامی استقلال کشور تقدیم می نمایند. قوای راکتی اردوی شاهانه که قطعات آن به حال تعظیم از برابر لوژ سلطنتی عبور کردند شور و هیجان خاصی داشت. تیارات جت آخرین سیستم قوای مجهز هوایی اردوی شاهانه را در این جشن تمثیل نمودند. افغانستان از ممالک صلح دوست جهان است ولی در تمام طول تاریخ وظایف سنگین خویش را برای حفظ تمامیت خاک وطن فراموش نکرده و با داشتن یک اردوی مجهز و فعال در هر لحظه آماده دفاع از آزادی این مرز و بوم پاک و مقدس می باشد. شام اول سنبله هنرمندان ممالک دوست در کابل ننداری نمایشاتی به حضور والا حضرت شاهزاده احمد شاه و والا حضرت شادخت مریم اجرا نمودند. برای تماشای این نمایش شاغل نور احمد اعتمادی صدر اعظم و میرمن اعتمادی و مامورین بزرگ کشور حضور به هم رسانیده بودند. هیئت هنری اتحاد شوروی که مرکب از اعضای یک تیم ماهر سرکس بود با نمایشات اکروباتی و سایر عملیات هنری خویش در جشن آزادی ما اشتراک کردند و این هم اولین پروگرامی بود که به حضور والا حضرات افخم و مدعوین عالی قدر انجام گردید. حضرت شاهزاده احمد شاه رؤسا و اعضای هیئت‌های هنری دول خارجی را در لوژ کابل ننداری به حضورشان پذیرفتند. به روز دوم جشن نندارتون صنایع تولیدات داخلی کشور بعد از بیانیه دکتر نورعلی وزیر تجارت توسط والا حضرت شاهزاده احمد شاه افتتاح گردید. شاغل نور احمد اعتمادی صدر اعظم که با والا حضرت همراه بودند با سایر مدعوین از غرفه های مختلف این نندارتون دیدن کردند. غرفه های مربوط وزارت اطلاعات و کلتور فابریکه ها و کارخانجات نساجی افغان بهترین نمونه های پارچه های ساخت وطن را در غرفه خیش به نمایش گذاشته بود که موجب هر گونه امیدواری می باشد. صنایع قالین بافی افغانی نه تنها در داخل کشور شهرت فراوان دارد بلکه در تمام ممالک دنیا برای آن اهمیت به سزای قائل هستند. طلاب و ورزشکاران معارف و محصلین پوانتون به روز دوم سنبله با احساسات شادوستی رسم احترام را به حضور اعلی حضرت معظم همایونی و اولیا حضرت ملکه معظمه در غازی استادیوم به جا آوردند و با عبور دادن پرچمهای ورزشی و اجرای رسم گذشت در حالی که شعارهای زنده باد شاه پاینده باد افغانستان و پاینده باد استقلال وطن صفوف منظم آنها را بدرقه میکرد احساساتشان بر نسبت به شاه و وطن ابراز داشتند. همراه با اعلی حضرتین و اعلی حضرات شاهزادگان گرامی
و برخی اعضای خاندان جمیل خدمت در لوژ تشریف داشتند. دسته موزیک دخترها و گروه های اکروباتیکی که به تعقیب آن از برابر لوژ سلطنتی در حال اجرای عملیات ورزشی عبور کردند، ممثل انکشاف و پیشرفت سپورت در کشور به شمار می روند. منظره چراغان در شبهای جشن تماشای خاصی دارد. مردم پایتخت و ولایات کشور شام روز سوم جشن استقلال منظره جالب و زیبای آتشبازی را در چمن حضوری تماشا کردند. در میدان پشتونستان جایی که با برافراشته شدن بیرق پشتونستان مراسم این روز تاریخی افتتاح می شود. امسال جایگاه مجلل و خاص بنا یافته است که بر فراز آن بیرق پشتونستان در اهتزاز است. والا حضرت شاهزاده احمد شاه، بعضی از اعضای خاندان جلیل سلطنت، شاغل صدر اعظم، قاضی القضات، رئیس ولسی جرگه و مامورین عالی رتبه در این مراسم اشتراک نمودند. شاغل نورستانی، شاروال سرپرست کابل، ضمن بیانیه به تایید از حق تعیین سرنوشت مردم آن سامان، احساسات مردم افغانستان را نسبت به برادران پشتونستانی ابراز نمود و در اخیر بیرق پشتونستان با نثار گل برافراشته شد. جمعیت بزرگ مردم پایتخت و پشتونستانی های مقیم کابل در حالی که موتر حامل خان عبدالغفار خان، خان عبدالصمد خان اچکزی و خان محمد ایوب خان اچکزی در جلوی آنها قرار داشت، در بین نعرههای زنده باد پشتونستان و پاینده باد دوستی افغانستان و پشتونستان به طرف غازی شقیم رقص پار کرد. خان عبدالغفار خان زعیم پشتونستان طی بیانیه خویش در غازی استادیوم تاریخچه مبارزات مردم پشتونستان را برای حق تعیین سرنوشت به تفصیل شرح داده و دوام مبارزات آزادی خواهی مردم آن سامان را یک بار دیگر تایید کرد. هتل اینترکانتیننتال که از مجللترین هتل های پایتخت است و روز 18 سنبله توسط شاغل نوراحمد اعتمادی صدر اعظم افتتاح کرد. این هتل دارای تمام مزایای یک مهمانخانه اصلی بوده، با سرویس منظم و شرایط مساعد از مهمانان خویش پذیرایی می نماید و عنعنه مهمان نوازی ما را به وجه احسن تفصیل می نماید. تأسیس هتل های زیبا و بزرگ در امر توسعه و جلب سیاحین در یک کشور نقش موثری دارد که در افغانستان نیز در عصر فرخنده اعلیحضرت معظم همایونی تأسیس شرکت میننپال چندی قبل از طرف حکومت مطبوعه منظور گردید و جای شک نیست که صنعت توریسم در ترقی و بهبود اقتصادیات و شؤون اجتماعی ملل جهان اهمیت گذشتون کسب کرده و از طریق انکشاف صنعت توریسم بالخاصه در افغانستان میتوان یک مقدار زیادی اثار را که در توازن بیلانس تادیات خارجی نقش بارزی دارد به دست آورد. ساختمان این هتل که می بایست در ظرف 3 سال یعنی به تاریخ 18 حمل 1349 خاتمه می یافت، در اثر زحمات شباروزی کارگران افغانی و متخصصین خارجی تقریبا 7 ماه قبل از موعد معینه تکمیل گردیده است و این بود پاره از مطالبی که سردار سلطان محمود غازی رئیس هوایی ملکی حین افتتاح هتل اینترکانتیننتال برای معلومات حضار ابراز نمود. بعد از بیانات شاغل ماریو دی جنوا معاون رئیس هتل اینترکانتیننتال بیرق افغانستان بر فراز هتل به اهتزاز درآمد. در این هنگام شاغل نوراحمد اعتمادی صدراعظم با قطع نوار هتل اینترکانتیننتال را به نام پاک پروردگار و سعادت افغانستان افتتاح نمودند. در پایان این مراسم مدعوین در دعوتی که به این مناسبت ترتیب شده بود اشتراک نمودند.